همکارم جمشید بزرگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بی بی سی اینجا با ماست. جمشید، خود آقای اسماعیلی گفته که این ارتقا هست، آقای اژه‌ای هم همه رو گفته، آیا واقعا ارتقا هست؟ ببینید، به هر حال از نگاه به مسئولان اونطوری که شما هم اشاره کردید، این امر از نظر سازمانی ظاهرا یک ارتقا سازمانی محسوب میشه، با توجه به سوابقی هم که بوده که کسانی که مثلا رئیس کل دادگستری استان تهران مخصوصا با توجه به پرونده‌هایی که در تهران مطرح میشه. خب وقتی سخنگوی قوه قضاییه از این صحبت میکنه که این ارتقا، به هر حال با توجه به چارت سازمانی در قوه قضاییه ظاهرا این بحث رو مطرح میکنه. اونها حتی مطرح کردن که این بحث جابجایی از 40 50 روز پیش مطرح بوده. اما فارغ از این که از نگاه قوه قضاییه و از نظر اداری آیا این بحث ارتقا و ترفیع محسوب میشه یا نه، مسئله این هست که زمان اعلام چنین حکمی و جابجایی بسیار مهم هستش. یعنی در شرایطی که او شب گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شده و صحبت کرده به عنوان مقام مسئول در قبال سرکوب زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، به هر حال این ذهنیت شکل میگیره که این جابجایی به نوعی برکناری باید قلمداد بشه و به نوعی حداقلش این هستش که او رو از میدان بیرون بردن هست، از دایره افکار عمومی و از این حوزه مسئولیت و پاسخگویی. یعنی اگر نمایندگان مجلس الان بخوان مثلا از او سوال بکنن، اون در موقعیت دیگر، موقعیت سازمانی دیگری قرار گرفته. هرچند در نهایت هم بخشی از این موضوع متوجه رئیس سازمان زندان هاست، با توجه به بحث‌ها و اخباری که منتشر شده بود که کسانی که وارد زندان شدن در اون روز پنجشنبه از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران بودن، نه ضرورتاً از نیروهای سازمانی سازمان زندان ها. هرچند رئیس وقت سازمان امن آقای اسماعیلی در اون زمان گفته بود که نه، خود ماموران زندان بودند که رفته بودند برای بازرسی‌های معمول. به هر حال این بحث الان به نوعی وجود داره، هم در شبکه‌های اجتماعی، همین که خود در واقع مقامات بهش می‌پردازن، به دلیل اینکه حتی اگر برکناری هم باشه، دستگاه قضایی نمی‌خواد چنین وانمود بکنه که کوتاه اومده در برابر خواست خانواده‌های زندانیان بند 350 و او رو برکنار کرده. همون نکته که خود آقای اسماعیلی هم مصره که دربارش صحبت کنه، میگه که الان این ماهاست که قرار بوده این جابجایی انجام بگیره، ولی در این حال نمیشه اینو در نظر نداشت که از لحاظ زمانی چرا الان. بله دقیقا. ببینید، یکی از بحث هایی که مطرح شد، چه از طرف زندانیان چه از طرف خانواده ها، هرچند خاصی اصلی نبود، ولی به هر حال یکی از خاصی های اونها این بود که آقای اسماعیلی به دلیل اظهارات خلاف واقع او هم باید پاسخگو باشه. ضمن اینکه این بحث فقط هم محدود به دستگاه قضایی نیست، حتی به وزیر دادگستری هم که در عضو دولت آقای روحانی است، او هم گفته بود که اتفاقی نیفتاده و یکی دو نفر به مختصر جراحتی برداشتن یا آسیبی دیدن و اتفاق عمده نیفتاده و گفته های زندانیان و خانواده های اونها رو تکذیب کرده بودن. ولی به هر حال برداشتن او میتونه هم خود آقای اسماعیلی رو از زیر سوال بودن تا حدی تلاش میشه خارج بکنه، و همین که تا حدودی پاسخی باشه به این فشاری که وارد میشه از طرف خانواده ها، که به هر حال اونها هم همزمان با زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن و به نوعی شاید تلاشی باشه برای مهار این بحرانی که شکل گرفته. متشکرم جمشید بزرگر.